هر مایعی را که می توانست برای تشخیص فوری ساخت دارو و واکسن به کار آورد هدر دادیم. حالا تقلا می کنیم از این مخمصه خارج شویم. بیش از 100 هزار کشته و نزدیک به 2 میلیون مبتلا، یک ویروس جهان را فلج کرد. در 60 دقیقه امشب می پرسیم چرا همه غافلگیر شدند؟ کرونا دشمنی نامرئی بود یا دولت ها آن را نادیده گرفته بودند؟ بسیاری معتقدند که جهان دیگر به دوران پیش از کرونا بر نمیگردد، اما جهان بعد از کرونا چه مشخصاتی دارد؟ این سوال‌های ما از میهمانان برنامه است. همینطور در برنامه 60 دقیقه امشب، نگرانی از موج دوم شیوع کرونا در ایران همزمان با آغاز دوباره کسب و کار. وزارت بهداشت میگوید روند ابتلا در 6 استان همچنان صعودی است. کاهش تدریجی محدودیت‌ها در بعضی از کشورها به موازات کند شدن شیوع کرونا. کارهای تولیدی و ساختمانی در اسپانیا به شرط رعایت مقررات جدید دوباره مجاز شد. و همیاری جهانی برای نجات از یک سقوط بزرگ، توافق اوپک و متحدانش ثبات را به بازار نفت برمیگرداند؟ شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. کسی دقیقاً بیماری کووید 19 با عامل ویروس کرونا را که اواخر سال 2019 از چین شروع شد پیشگویی نکرده بود، ولی سالها بود که دانشمندان، کارآفرینان، رسانه‌ها و حتی سیاستمداران درباره خطر فلج کننده بیماری‌های همگیر هشدار می‌دادند. امراضی واگیردار که شیوع آنها میتواند نظم جهانی را مختل کند و با کشتاری وسیع کار جوامع انسانی را به گورهای دست جمعی بکشاند. اگر اینطور است که رهبران جهان و چهره‌های ارشد دنیای علم و تکنولوژی احتمال چنین سناریویی را دور از ذهن نمی‌دانستند، چرا همه غافلگیر شدند؟ چرا قبل از این اقدام‌های لازم را نکرده بودند؟ حرف از هزاران میلیارد دلار تخصیص بودجه به مقابله با کرونا است. چرا قبل از این بسیار کمتر از اینها را به مقابله با چنین بیماری های اختصاص ندادند؟ بیشتر در این باره حرف میزنیم. اول گزارشی از ژیار گل. صحنه های آشنا، بیمارانی که گرفتار ویروسی واگیر شدند و میمیرند. این بخشی از فیلم های هالیوودی است که خطر شیوع بیماری های همگیر را در چند سال گذشته به تصویر کشیدند. شباهت های این فیلم ها با ویروس همگیری کرونا اتفاقی نیست. این فیلم ها الهام گرفته از تجربیات گذشته و نتیجه تحقیقات و پیش بینی های دانشمندان امروز هستند. ویروسی که با چشم غیر مسلح دیده نمی شود توانست لندن و صدها شهر کوچک و بزرگ جهان را زمینگیر کند. وضعیتی که جنگ های جهانی و حملات تروریستی موافق به انجام آن نشدند. ویروس های همگیر از گونه های دیگر و حیوانات به انسان منتقل می شود، معمولا از پرندگان وحشی. پس همه مبتلا می شوند. انفجاری از شیوع بیماری است. همه مستعد ابتلا به ویروس هستند و می بینیم که در عرض چند روز و چند هفته موجی از ویروس جهان را فرا می گیرد. یکی از کشنده ترین نوع این ویروس ها ویروس زکام فرنگی یا آنفلوانزای اسپانیایی بود. در سال 1918 میلادی یک سوم جمعیت جهان به ویروس آنفلوانزای اسپانیایی مبتلا شدند. تخمین زده می شود این ویروس جان بین 50 تا 100 میلیون نفر را در جهان گرفت، بیش از قربانیان جنگ جهانی اول و دوم. امیر افخمی سالها درباره اثر آنفلوانزای اسپانیایی در ایران تحقیق کرده است. آنفلوانزا اسپانیایی در شهر مشهد ایران ظهور می کند، جایی که زیارتگاه بزرگی بود. موج اول بیماری از آنجا به سایر نقاط ایران منتقل شد. بر اساس تحقیقات من، آنفلوانزا اسپانیایی حدود 1 تا 2.5 میلیون نفر از جمعیت 11 میلیونی ایران را کشت. اما تجربه مرگبار آنفلوانزا اسپانیایی و شیوع چندین بیماری ویروسی کشنده دیگر در 100 سال گذشته باعث نشده که پیشگیری و مبارزه با این گونه بیماری ها از اولویت های امنیت ملی کشورها باشند. بیل گیتس، بنیانگذار مایکروسافت و بنیاد خیریه بیل و ملندا گیتس است. او و همسرش میلیاردها دلار
هزینه پروژه های بهداشتی و آموزشی در سراسر جهان کردند. بودجه دفاعی ما را برای خطر جنگ آماده می کند. برای آمادگی و رویارویی با مشکلات تمرین نظامی می کنیم. اما برای خطر شیوع بیماری همگیر که به باور من از جنگ خطرناکتر است، آمادگی ما بسیار کم است. بر اساس داده های انستیتوی تحقیقاتی صلح بین المللی استکهلم، در سال 2018 میلادی جمع بودجه نظامی کشورهای جهان حدود 1.8 تریلیون دلار بوده. تنها بودجه نظامی سال گذشته ی آمریکا حدود 700 میلیارد دلار بود. اما بودجه مبارزه با بیماری های واگیر این کشور تنها 1/100 بودجه نظامی بوده. برای چندین دهه کشورهای غربی میلیاردها دلار هزینه ساخت سلاح‌های اتمی و موشک و برنامه‌های متعدد برای جلوگیری از حملات احتمالی هسته‌ای کردند. اما امروز مشخص شده چیزی که بیش از هر چیز دیگری بشریت را تهدید می‌کنه موشک و بمب نیست، بلکه ویروس و میکروبه. سالهاست دانشمندان علم امراض مصری درباره وقوع بیماری‌های همه‌گیر هشدار می‌دهند. سال گذشته سازمان بهداشت جهانی در گزارش سالانه خود به رهبران ملت‌ها هشدار داد که جهان در معرض خطر بیماری‌های همه‌گیر منطقه‌ای و جهانی است. بیماری‌هایی که نه تنها باعث مرگ انسان‌ها خواهد شد، بلکه اقتصاد جهان را هم تهدید می‌کند. ویروس کرونا به احتمال زیاد از حیوانی در بازار حیوانات وحشی ووهان چین به انسان منتقل شد. این آخرین شیوع بیماری عمده نخواهد بود. بیماری‌های بیشتری هم شیوع پیدا می‌کنند. همه‌گیر هم خواهند بود. این احتمالات نیست، واقعیت است و این نتیجه شیوه برخورد ما با کره زمین است. رشد جمعیت، افزایش مسافرت‌ها، تغییرات اقلیمی و نزدیکتر شدن انسان‌ها به زیستگاه حیوانات، خطر جهش ویروس‌ها و میکروب‌ها به انسان را بیشتر کرده است. دانشمندان بیماری‌های مصری می‌گویند رهبران جهان بایستی در سیاست مقابله با شیوع بیماری‌های واگیر تجدید نظر کنند. ما باید در مقابل شیوع بیماری‌های همه‌گیر رفتارمان را عوض کنیم. به جای عکس العمل باید فعالانه برای پیشگیری از آنها تلاش کنیم. باید برای توسعه تکنولوژی و نوگرایی در علوم پایه بیشتر هزینه کنیم. برای مبارزه با بیماری‌های همه‌گیر هنگامی که شیوع پیدا می‌کنند و برای پیشگیری از آنها. بیل گیتس 5 سال پیش به رهبران جهان توصیه کرد برای پیشگیری و مبارزه با شیوع بیماری‌های همه‌گیر همچون ناتو باید نیروی از متخصصان بهداشتی و دانشمندان آماده کرد. سرمایه‌ای را که می‌توانست برای تشخیص فوری، ساخت دارو و واکسن به کار آورد، هدر دادیم. حالا تقلا می‌کنیم از این مخمصه خارج شویم. تمرین مبارزه با ویروس و میکروب، راه‌های افزایش ظرفیت ICU، چگونگی ساخت دستگاه تنفس مصنوعی یا اولویت‌بندی تشخیص بیماری، هیچ کدام از اینها را انجام ندادیم. خب، حالا با شیوع بیماری داریم یاد میگیریم. شیوع ویروس کرونا میلیاردها دلار به اقتصادهای کوچک و بزرگ جهان ضربه زده. میلیاردها دلار هزینه تجهیزات بیمارستانی و درمان مبتلایان به این ویروس بوده. مهمتر، این ویروس به هیچ کس رحم نمی کند. بسیاری از دانشمندان میگویند اگر درصدی از این هزینه‌ها صرف تحقیق و پیشگیری از بیماری‌های واگیر می‌شد، شاید امروز ویروس کرونا نبود و یا حداقل برای مبارزه با آن آمادگی بهتری داشتند. ژیارگل، BBC. امین سوفیامر، پژوهشگر فلسفه سیاسی در دانشگاه ایندیانا از شهر بلومینگتون در ایالت ایندیانا آمریکا با ماست و همینطور محسن میلانی، مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی از تمپای فلوریدا. آقای میلانی، 2 میلیون مبتلا
بیشتر از 115 هزار کشته، اون هم در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا. آیا ما از یک ناکامی بزرگ جهانی حرف میزنیم؟ با عرض سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم. بله، من فکر میکنم دنیا محتاج به یه بازنگری جامع و جدیه و هر کشوری باید نسبت به قدرتی که داره این بازنگری رو شروع بکنه. به نظر میرسه که دنیا درس عبرتی از ایبولا و زیکا نگرفته بود. اگر یادتون باشه این دو مرض تعداد زیادی از افراد دنیا رو کشت و بعد از اون اگر دولت‌ها یک مقداری کمتر روی مسائل امنیتی و نظامی سرمایه گذاری میکردن و بیشتر روی مسائل علمی، شاید امروز ما در این شرایط خیلی بدی که هستیم نبودیم. در حقیقت من میتونم بگم که دنیا در این چند سال اخیر یک فقر فکری و یک عدم خلاقیت داشته. معدود کسایی بودند که تونستن کلی به طور کلی مسئله خطر جنگ های خطر شیوع ویروس ها رو پیش بینی کنند. و در گزارش خیلی خوب شما در اول به یکی از این افراد اشاره شد، آقای بیل گیتس بود. صحبتی که بیل گیتس چند سال قبل در آمریکا شروع کرد و میلیاردها دلار مپول خودش خرج کرد در رابطه با این بود که به جای اینکه دولت‌ها بیان روی مسائل امنیتی و ارتشی فقط و فقط اونها سرمایه گذاری کنن، بهتره بیان سر مسئله جنگ، سر مسئله ویروس ها و شیوع اینها رو اونها سرمایه گذاری کنن. در حقیقت من خودم اینو میتونم بهتون بگم که در خیلی در آمریکا، در کشورهای غربی، میلیون ها و میلیون ها دلار خرج تمرین های جنگی میشه که مثلا اگر کشور X به کشور Y حمله کرد، کشور Y چه عکس العملی نشون میده و بعد کشور X باید در رابطه با عکس العمل اون چه عکس العملی نشون بده. آقای بیل گیتس به درستی میگه که ما اینطور تمرین هایی رو در رابطه با مسئله شیوع اون ویروس ها نداشتیم. و از اون مهمتر کاری که در کشورهای پولدار در هیچ کشوری انجام نشد و یکی از مطالبیه که بنیاد آقای بیل گیتس داره روش کار میکنه اینه که واکسین ها روی واکسین ها کار بشه و متاسفانه این کار نشده و برای خاطر همینم تا زمانی که ما یه واکسین برای کرونا نداشته باشیم به حالت عادی ما بر نخواهیم گشت. مسئله ویروس کرونا نشون داد که ویروس مرزی نمیشناسه و تا زمانی که جامعه بین المللی حاضر نشه با همدیگه همکاری کنه این خطر رو ما نمیتونیم از صحنه بیاریم. آقای سوفیومر، غیر از حالا کارآفرینانی مثل بیل گیتس که آقای میلانی بهش اشاره کردن، سیاستمداران هم کم به این موضوع نپرداختند. جورج بوش یک بار به این موضوع اشاره کرد، خیلی هم با جزئیات، و باراک اوباما رئیس جمهوری قبلی آمریکا هم همینطور. چطور سیاستمداران خودشون در این زمینه میدونستند ولی عمل نکردند؟ چرا غافل شدند؟ ببینید، ما اگه بازنگری کنیم، یه مروری داشته باشیم که این بیماری کرونا چجوری و در کجا و در ذیل چه نظام سیاسی بروز کرد، این مسئله کلیدیه برای فهم این جهانگیر شدن بحران کرونا. دولت چین در ماه دسامبر مطمئن بوده که این بیماری وجود داره و نسبت به بروز و شیوع این بیماری آگاهی داشته و این پزشک مشهور چینی در این مورد هشدار داد و دولت کمونیست چین این دکتر رو بازداشت کرد و به زندان برد، ساکتش کرد و متاسفانه این پزشک چینی که اخطار داده بود در مورد خطرناک بودن ویروس کرونا، جان خودش رو بر سر این فداکاری از دست داد. چین اول دروغ گفت به دنیا، به سازمان بهداشت جهانی دروغ گفت و این اطلاعات غلط به سازمان بهداشت جهانی داد و سازمان بهداشت جهانی به اصطلاح راستی آزمایی نکرد اون اطلاعاتی رو که از چین دریافت کرد و این به همه کشورها پخش کرد و باعث گمراهی میلیاردها انسان شد و جان میلیون ها انسان رو در خطر انداخت. دکتر فرچی
مدیر مؤسسه بیماری های عفونی در آمریکا میگه که ما به اصطلاح در ماه اواسط ژانویه فکر میکرد بر اساس اطلاعاتی که از سازمان بهداشت جهانی دریافت کردیم، گفتیم که این بیماری چندان خطرناک نیست و قابل کنترله. و بعد از اون مشخص شد که نه، چین دروغ گفته، این بیماری صرفا از حیوان به انسان منتقل نمیشه، از انسان به انسان منتقل میشه و بسیار واگیر داره و بسیار خطرناکه. بعد از اون بود که فرضاً در آمریکا و در غرب اصولا این مسئله جدی گرفته شد. نوع حکومت ها در برود بحران و پاسخگوییشون به بحران ها بسیار ولی آقای سوفیامیر، نباید فراموش بکنیم که وقتی مدعایی از طرف چین مطرح میشه، در بسیاری از موارد سیاستمداران به دیده تردید باش نگاه میکنن، خیلی با احتیاط وارد میشن. همه میدونن که در چین یک نظام بسته است که در اون معیارهای مربوط به آزادی بیان اونطور که در غرب مثلا معمول هست رعایت نمیشه. چطور در این مورد به گفته شما اعتماد کردن به آنچه که از چین ارائه شد؟ حق با شماست. به نظر من نباید اعتماد میکردن، نه تنها به چین و حتی به سازمان بهداشت جهانی هم با این سازوکار کنونیش نباید اعتماد میکردن. و این نشون میده که سازمان بهداشت جهانی و نهادهای به اصطلاح زیر نظر سازمان ملل هم نیازمند اصلاح دارن و ما یک سیستم و سازوکار راستی آزمایی به اصطلاح بسیار دقیقی داریم که این اطلاعات بازپردازش بشه، راست آزمایی بشه و بعداً به دنیا به اصطلاح ارسال بشه. و این بله، اینو از این نظر میشه گفت که سیاستمداران نباید به چین، نباید به سازمان بهداشت جهانی با سازوکار کنونی اعتماد میکردن و نیازمند اصلاح هستن و بعد از این باید با شک و تردید. آقای میلانی، ما در بحبوحه شروع بحران کرونا دو تا دیدگاه رو در جهان داشتیم، یکیش طرفدار جهانی شدن بود، یکیش هم طرفدار محلی گرایی. نمونهش آقای ترامپ و سیاستمداران دست راستی همراه و همسو با آقای ترامپ بیشتر خواهان محدود شدن حکومت‌ها در درون مرزهای خودشون بودن. آنچه که ما در یک ماه دو ماه اخیر دیدیم کدوم دیدگاه رو تقویت می‌کنه از نظر شما؟ به نظر من از یک جهت دیدگاه ملی‌گرایی رو داره بیشتر جلو میبره. چند روز قبل یک مقاله خیلی خوبی در یکی از روزنامه‌های معتبر آمریکا آمده بود، مبنی بر اینکه ملی‌گرایی داره یک صورت جدیدی پیدا میکنه، به خاطر اینکه همه کشورها دارن سعی میکنن که با همدیگه رقابت کنن که دارو و دوا رو به طرف کشور خودشون بیارن. مثلا ما میدونیم که شرکت 3M که میخواسته یه سری ماسک به کانادا و یا به کشور آلمان بفروشه، رئیس جمهور آمریکا جلو اینو گرفت، به خاطر اینکه ایشون فکر میکرد که این ماسک ها باید برای آمریکایی‌ها اول استفاده بشه. بنابراین از یک طرف به نظر من این ملی‌گرایی رو جلو میبره، ولی از طرف دیگه به نظر من مهمترین مسئله ای که این شیوع ویروس نشون داده اینی که بدون همکاری بین المللی ما نمیتونیم جلوی نه فقط مسئله ویروس کرونا بلکه ویروس های آینده رو بگیریم. مرزها دیگه معنی نداره، دیوار کشیدن نمیتونه جلوی ویروس رو بگیره. و مهمترین مسئله اینه که کشورها، یعنی اینکه ما امروز بیایم بگیم که این از کجا شروع شد و سعی بکنیم که بگیم مقصر چین بوده یا مقصر کشوری دیگه بوده، این دردی رو دوا نمی‌کنه. بعدها ما میتونیم بریم تحقیق بکنیم و دقیق و بدون احساسات ببینیم که واقعا چه اتفاقی افتاد. مهم اینه که الان همه کشورها دارن سعی میکنن یک کشوری دیگری رو مقصر بدونن، به خاطر اینکه خودشون کارهای خودشون رو که خوب نتونستن انجام بدن رو یک طوری جاستیفای کنن. شما اگر به دقت نگاه بکنید می‌بینید که عکس العملی که کشورها نشون دادن هیچ رابطه‌ای به این که آیا این سیستم دموکراتیک یا غیر دموکراتیک بوده نیست. بله. ما می‌بینیم در این کشورهایی که خیلی خوب عمل کردن، هم کشورهای دموکراتیک مثل کره شمالی، مثل ژاپن و در اروپا مثل آلمان بوده، و در کشورهای غیر دموکراتیک هم می‌بینیم که چین خیلی خوب عمل کرد، سنگاپور خیلی خوب عمل کرد، ولی متأسفانه در آمریکا
به خاطر اینها به زود موقعی که متوجه شدن این ویروس آمده عکس العمل جدی نشون ندادن، بیش از 22500 نفر فعلا مردن. یه جای اشاره کردید به کره شمالی که منظورتون احتمالاً کره جنوبی بود، ولی آقای صوفیا مهر دقیقاً آقای میلانی میگن که این خیلی اهمیتی نداره که از کجا شروع شد، این بحث پیدا کردن مقصر فعلا دردی رو دوا نمی‌کنه. مسئله بر سر پیدا کردن مقصر نیست، مسئله بر سر اینه که این بستر پیدایش این بحران چگونه بوده. اگر که ما ندونیم که چگونه و در چه نظام سیاسی این بحران شروع شده، اصلا نمیتونیم راه حلی ارائه بدیم. شما هر مشکلی رو که بخواید راه حلی براش ارائه بدین، اول باید دریافت درستی و اطلاعات صحیح از ابعاد مشکل و چگونگی پیدایش اون داشته. من تعجب میکنم از حرفای جناب میلانی، خیلی مهم بود. اگر که این بحران کرونا در اروپا آغاز شده بود، ما الان با یه بحران متفاوتی مواجه بودیم و ابعاد جهانی بحران در این حد نبود، به دلیل اینکه در کشورهای اروپایی شفافیت هست، نهادهای مدنی هستن و این به اصطلاح اون سیستم آلارم و خبردهی و آگاهی رسانی به هنگام هست و این به اصطلاح این سوتهای خطر رو و آژیرهای خطر رو به صدا در میارن و جامعه بسیج میشه. ببین چین یک، همونطوری که کارشناسان پزشکی و متخصصان بیماری های واگیردار و جهانگیر به ما گفتن، اون مراحل اولیه برای مقابله با این بحران و کرونا بسیار حیاتی است و چین به خاطر پنهانکاری باعث شده که ما اون به اصطلاح اون مراحل اولیه که میتونه پاسخ مناسب به این بحران بدیم ما از دست دادیم. بله، ما الان آتشی در خانه ما هست، ضرورت و اولویت خاموش کردن آتشه. بعد از خاموش کردن آتش باید به اون زمینه پیدایش به اصطلاح بحران هم توجه داشته باشیم و نوع سیستم حکومت‌هایی که در دامن زدن به این بحران ها نقش داشتن. وقت زیادی نداریم آقای میلانی، 30 ثانیه فرصت دارید که پاسخ بدید به نقدی که آقای صوفیا مهر کردند. ببینید، در آمریکا الان در ما وارد انتخابات رئیس جمهور شدیم و گزارش‌هایی که از مجلات مختلف، روزنامه‌های مختلف داره میاد بیرون اینه که دولت آمریکا دیر عکس‌العمل نشون داد. یعنی حداقل 3 هفته از زمانی که این ویروس وارد آمریکا شد، اینا دیر عمل کردن و بنابراین این بازی سیاسی شروع شده که ما بیاییم سازمان‌های مختلف و کشورهای مختلف رو مقصر بدونیم. آنچه که مهمه، مهمترین مسئله در رابطه با اینکه آیا ما میتونیم با این ویروس مبارزه بکنیم یا نه، اینه که آیا سرعت در مهار کردن این ما داشتیم، آیا ملت دسترسی به آزمایش برای اینکه بدونن چه کسایی این ویروس رو گرفتن داشتیم یا نداشتیم، آیا زیربنای خوبی برای این مبارزه با ویروس داشتیم یا نه. در نظر داشته باشید، درسته که این ویروس از چین شروع شد، ولی کشورهای اروپایی هم وقت داشتن که خودشون رو آماده کنن و متاسفانه نه آمریکا و نه اروپا و در حقیقت نه دنیا خودش رو آماده این ویروس کرد. آقای صوفیا مهر، مثلا مدت‌ها بود که در ایتالیا بحران شروع شده بود و خیلی از کشورهای غربی جدی نگرفته بودند. فکر نمی‌کنید که زمان لازم وجود داشت تا اینکه کار برسه به آمریکا یا مثلا به بریتانیا؟ خیلی کوتاه لطفاً، 30 ثانیه بیشتر وقت نداریم. بله، ببینید، ابعاد این مسائل بر ما آشکار نیست. ما هنوز در دل بحران قرار گرفتیم و ما باید منتظر بمونیم ببینیم که مثلا ایتالیا چگونه در مراحل اولیه با اطلاعات دقیق قضاوت بکنیم. الان ما اون اطلاعات دقیق رو نداریم و باید صبر کرد. ولی مسئله مهم اینه که مسئله اصلی الان اینه که ما چگونه بتونیم این در هم تنیدگی جهانی رو حفظ بکنیم با در هم هنگام جلوی خطراتی که ناشی از این هم تنیدگی و خطرات ناشی از حکومت‌های اقتدارگرا و تمامیت‌گرا متوجه امنیت جهانی میشه رو، ما باید یه بالانس و یه توازن بین این دو به وجود بیاریم. به نظرم مسئله ما در دوران پسا کرونا همینه. متشکرم از امین صوفیا مهر، پژوهشگر فلسفه سیاسی، و همینطور محسن میلانی، مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماسی. در ایران با وجود اظهارات معاون وزیر بهداشت درباره روند نزولی ابتلا به کرونا در اکثر استان‌ها، رؤسای چند دانشگاه علوم پزشکی درباره موج دوم شیوع این ویروس و سخت بودن کنترل آن هشدار دادند.
دولت از شنبه اجازه بازگشایی بسیاری از کسب و کارها را داده. اقدامی در تضاد با توصیه‌های کارشناسان بهداشت و درمان. در این میان رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خواستار تعطیلی 3 ماهه کشور و عملکرد نظامی برای قطع زنجیره انتقال کرونا شده. باران عباسی گزارش می‌دهد. ضدعفونی علی ربیعی پیش از آغاز نشست مطبوعاتی در 3 ومین روز از سرگیری گسترده فعالیت‌های اقتصادی، اقدامی که انتقادهای زیادی را در پی داشته. دولت اما میگوید آنچه فاصله گذاری هوشمند نامیده بر اساس توصیه های علمی است. اولویت ما حفظ سلامت و جان مردم خواهد بود. هر گونه اتخاذ سیاست در بازگشایی ها، در محدودیت ها مبتنی بر دیدگاه کارشناسی و نظر نهایی کارشناسان و مسئولان سلامت، حتی شیوه خرید، شیوه کار در ادارات مبتنی بر پروتکل ها خواهد بود. 25/1/99 در فاصله گذاری اجتماعی. اینجا اما نه اثری از ضدعفونی از نوع جلسات دولتی به چشم می‌خورد، نه نشانه ای از نظارت بر اجرای پروتکل های مورد اشاره سخنگوی دولت. پروتکل هایی که به نظر میرسد رعایتشان به خود مردم واگذار شده. خودمون هم نمیتونیم رعایت کنیم دیگه، نه؟ راهش رو بگید ما یاد بگیریم توی این جمعیت. این در حالی است که شیوع کرونا در ایران ادامه دارد. بر اساس آمار رسمی در شبانه روز گذشته بیش از 1600 مبتلای جدید شناسایی شده و 111 نفر هم جان خود را از دست دادند. به این ترتیب شمار کل مبتلایان به بیش از 73,000 نفر و جان باختگان به حدود 4600 نفر رسیده. با این حال معاون وزیر بهداشت میگوید روند شیوع رو به کاهش است. در مجموع کل کشور ما روند ابتلا به ویروس کرونا و روند مرگ و میر حاصل از ویروس کرونا رو به نزول است. در بعضی از استان‌ها، حدود 6 استان، ما روند صعودی تدریجی داریم و در بعضی از استان‌ها ما به صورت خط صاف و ثبات رسیدیم. در مورد آمار رسمی اما تردید است. منابع بیمارستانی و بعضی از نمایندگان مجلس گفتند آمار واقعی بسیار بیشتر از این است. از سوی دیگر سازمان نظام پزشکی میگوید حتی بر اساس ارقام رسمی هم شرایط هنوز برای رفع محدودیت‌های رفت و آمد و بازگشت به کار مهیا نیست. گروهی از رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی هم هشدارهای مشابهی مطرح کردند. شیب افزایش ابتلا کاهش پیدا کرده، ولی اینکه بگوییم به روند نزولی رسیده ایم هنوز زود است. این بیماری بسیار مسری است. اگر بیمار و افراد ناقل در جامعه باشند، هر لحظه امکان دارد با موج دوم بیماری کرونا مواجه شویم. نگرانی های عمده نسبت به بازگشت دوباره شرایط بحرانی شیوع کرونا به استان مازندران ایجاد شده. اگر دور دوم بیماری آید استان شود، کنترل آن در بیمارستان ها بسیار سخت خواهد بود. درباره این تصمیم دولت از سوی بعضی نمایندگان مجلس هم تردیدهایی مطرح شده. از جمله عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس ایران که میگوید باید از چین الگو گرفت. چین در ووهان پلیسی عمل نکرد، بلکه نظامی عمل کرد. نگذاشت مردم بیرون بیایند و آذوقه را به درب منازل برد. باید در ایران هم معیشت کارگران و مردم تامین شود. بعد بگوییم بیرون نیایید. آنهایی که امروز از خانه بیرون آمدند هم به نظر می‌رسد نگاه مشابهی دارند. اینکه مجبورند بین به خطر انداختن سلامتی خود و دیگران و خطر از دست دادن کار و معیشت یکی را انتخاب کنند. چیکار باید بکنم؟ 7 صبح برای من زدن ساعتی، من 5 صبح رو افتادم، نه تاکسی بوده، نه اتوبوس بوده، هیچی نبوده. با یه بدبختی من 7:35 رسیدم اداره. کسانی که چاره‌ای جز حضور در مکان‌های شلوغ ندارند، در سایه آنچه ناتوانی مسئولان در حفظ سلامت شهروندان می‌دانند. هر روز به حجم خودروها داره افزوده. دولتی که مسیری مخالف با توصیه‌های جهانی در پیش گرفته. مسیری که از دید کارشناسان به مقصدی خطرناک میرسد. باران عباسی، BBC. حاتم قادری، استاد پیشین علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس تهران از همین شهر با ما هستند. آقای قادری، کرونا تقریبا به همه نظام‌های سیاسی درسی داده که شاید تا سال‌ها فراموش نکنند. از نظر شما حکومت ایران باید چه درسی از کرونا بگیره؟ من با سلام به بیننده ها و شنونده های برنامه،
فکر میکنم که حکومت ایران حداقل در سه زمینه باید خیلی از خودش هوشیاری و خردمندی نشون بده. یکی این که خب بحث جان مردم که جای خودش کنن، ولی نکته مهم اینه که وضعیت بسیار بد اقتصادی و سیاست‌های نامناسبی که در پیش گرفتن بسیاری از آدم‌ها و طبقات محروم و فقیر رو دچار مشکلات جدی کردن. این مشکلات با کمک‌های صرف مردمی و صد تا ظرف غذا بین اون دادن و پخش کردن انجام نمیشه. ما حکومت ما به خاطر مزمن بودن بحران اقتصادیش باید به این رهیافت دست پیدا بکنه و از خودش این آگاهی رو نشون بده که ما نیازمند یک رویکرد سوسیالیستی، حداقل رگه‌ای از سوسیالیسم در پایه اقتصاد هستیم و این رویکرد به عنوان اینکه حق مردمه، نه صرفاً کمک مردم. اینی که سخنگوی دولت میگه ما کاش پول بیشتری داشتیم، خب دیگران گفتن، منم دارم میگم، برخی منابع مالی اینا میتونن در خدمتشون بگیرن، اینی که اقدامات نظامی رو در سوریه و عراق رها بکنن، اینی که در واقع میزان اقتصادی که در اختیار بیت آشکار بکنن، اینی که تولیت‌های مانند مشهد، مانند قوم و برمانی که پول مردم رو به خودشون برگردونن، برخی از نهادهایی که در بودجه دولت به رسمیت شناخته شدن به اونا پول دادن، از نشر آثار امام خمینی گرفته تا فلان، در واقع نهاد قوم رو توجه داشته باشن، این همه بودجه رو بتونن برگردونن و یک رهیافت سوسیالیستی برای در واقع خدمت رسانی درست به اونایی که کسب کار ضعیف دارن یا حتی اونایی که بدون کسب کارن. یک چیز دولت نباید فراموش بکنه، اگه تصور میکنه که مردم گرسنه در خونه ها میمونن، این اشتباه بسیار وحشتناکه، یعنی باید یک کاری بکنن که این انجام بشه. ولی در کنار این من فکر میکنم باید یک دو تا اقدام دیگه ای هم صورت بگیره. یکی این که باید یک نوع ساختار دولت باید دستخوش تغییر جدی بشه. من که در اساس موافق بودم که خود دولت باید استیزا بشه، ولی اگر این اقدام هم صورت نمیگیره، برخی از وزرا باید در وهله اول از کار برکنار میشدن. وزیر کشور، وزیر بهداشت، وزیر کار، حتی وزیر خارجه، به خاطر اینکه اینها مانع از اطلاع رسانی دقیق و درست به مردم هستند. وزیر کشور مانع از این شد که اطلاع رسانی به مردم صورت بگیره، به جاش تاکید داشتن بر انجام انتخابات و راهپیمایی 22 بهمن. فراموش نکنن آقایون که یکی از اهداف انقلاب اسلامی این بود که بحث وزرای غلام خانزاد رو به پایان برسونن. شما مگه میتونید راهپیمایی انجام بدید در حالی که این علائم رو میبینید یا انتخابات برگزار بکنید و اینها رو به توطئه دشمن نسبت بدید؟ من به نظرم میاد که باید این کار صورت بگیره. حتی سیاست هایی هم که دولت در پیش گرفته، مانند کاری که آقای روحانی انجام میده، بیشتر روی اعصاب مردمه. یعنی این نوع حرفای ضد نقیض، این حرفای در واقع نامناسب، حتی خنده های لوسی که ایشون انجام میده. من یک شعری از مولانا یادم افتاد، گفت خوب بردی تو از بر کرده دیگ سوراخ دعا گم کرده. رئیس جمهور باید مردم اطمینان خاطر بده و در این حال سیاست های منسجم و روشنی رو اعلام کنه. در ایران مدت ها پیش شروع شده و شما میبینید که امکان حکومت مؤثر باید مرتب و مرتب در حال تضعیف شدنه. پس به جز اون بحث اقتصاد، بحث سیاست باید خیلی جدی گرفته بشه. و یک نکته دیگه، ایران به هر حال مدعاش مدعای دینی است. علمای بزرگ باید نشون بدن خط خرافه در شفاعت طلبی و اجازه دادن به مدعاها و روزخونها برای اینکه مردم رو به یک سمت دیگه بکشونن با کجاست و آیا خردمندی در واقع چی میگه. اینا باید نشون بدن که یک گشایش مثبتی رو نسبت به اوضاع دارن، با جهان میتونن تعامل بکنن، با مردم میتونن اطمینان بهشون بدن. شما یک بار در اوج اعتراض‌های گسترده معیشتی در ایران احتمال فروپاشی اجتماعی رو مطرح کرده بودید. بعد از اون اتفاقهای دیگه هم افتاد که تازه ترینش و شاید آخرین شیوع کرونا. حالا چی فکر میکنید؟ من فکر میکنم، ببینید، من بعضی جا شهرستان دارم، یعنی نزدیک خبر دارم که خودشون عملا مثلا سعی میکنن جاده رو ببندن، ورود افراد
ممانعت بکنن. این همون نشان دهنده اینه است که دولت اطمینان آور نیست برای مردم، و چون نمیتونه اطمینان آور باشه، سیاستاش مورد تایید و موافقت مردم نیست، با مشکلات جدی روبرو هست. من حتی البته شاید دوستان به من اعتراض بکنم، ولی کرونا از اون مشکلاتی از مسائلی است که دولت خیلی سخت بتونه بعد از اون خودشو حفظ بکنه، حکومت بتونه سخت. یه نکته هم مایلم اضافه بکنم، اگه دولت در این فکره، یا بهتر بگم چارچوب حاکمیت در این فکرن که کرونا رو تبدیل به یک مسئله داخلی بکنن، باز اشتباه وحشتناکی، جهان به اونا این اجازه رو نمیده. و تا لازم باشه با از استفاده از همه نوع اقدامات سعی میکنن که بحث حل بکنن، برای اینکه همه دارن تاکید میکنن یک نفر هم اگر مبتلا باشه و مهار نشه، باز جهان نمیتونه آلوده بکنه. برای همین دولت باید دقت داشته باشه، یک، مردم گرسنه خونه نمونن، دو، کرونا صرفا مشکل داخلی نیست، وقتشه که مقدار با مردم دوستی بکنن، سیاستاشون شفاف بکنن، راست بگن به مردم. یکی از اتفاقات خیلی شومی که افتاد اینه که حتی مرگ مردم در ایران به رسمیت شناخته نمیشه، زندگیشون که خیلی ارزش نداره، مرگشون هم به رسمیت شناخته نمیشه. آقای قادری، گفتید که بعد از این بحران حکومت به سختی بتونه خودش رو حفظ بکنه، یعنی شما پیش بینی تغییر حکومت یا فروپاشی حکومت رو میکنید؟ من میتونم خیلی کار مشکلی است، یعنی اگر حکومت بعد بتونه خودش هم حفظ بکنه، اگر نخواد اصلاحات بسیار ضروری و عاجل صورت بده، اگر این کار رو نکنه، به سختی بتونه خودش حفظ بکنه. یعنی ناگزیره که به شدت بیشتر از قلب سمت وضعیت حکومت پلیسی امنیتی روی بیاره و مرتب هم آماده باش داشته باشه به خاطر بحران‌ها، نارامی‌های خیابانی، طغیان‌های مردمی و بسیار اتفاقات دیگر. سپاسگزارم از حاتم قادری، استاد پیشین علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس تهران. رئیس سازمان بهداشت جهانی میگوید لغو زود هنگام محدودیت‌هایی که برای کنترل شیوع کرونا وضع شده میتواند باعث موجی تازه از این اپیدمی شود. این در حالی است که در بعضی از نقاط جهان بعد از هفته‌ها تعطیلی بخشی از محدودیت‌ها برداشته شده یا قرار است به زودی برداشته شود. اما آنطور که علی همدانی در گزارشش میگوید، شرایط زندگی در جهان هنوز تا عادی شدن فاصله زیادی دارد. دنیا در تلاش برای آن که بگوید اتفاقی خوب در راه است. اگر ویروس کرونا بگذارد، که نمیگذارد. چین که تازه شهر ووهان را پس از ماها قرنطینه تا اندازه‌ای به حالت عادی بازگردانده، تا آمد نفسی راحت بکشد، خبر داده که دیروز یک شنبه بیشترین میزان مبتلایان جدید را پس از هفته ها ثبت کرده. 108 نفر در یک روز. چین میگوید که این افراد همگی از سایر نقاط جهان به این کشور بازگشته بودند. با وجود هفته قرنطینه، ممنوعیت سفرهای میان شهری، چین هرگز پروازهای ورودی و خروجی به این کشور را نبست. همین موجب انتقاد برخی شده که میگویند چین با این سیاست تلاش‌ها را هدر داده. با این همه دولت مرکزی میگوید اوضاع تحت کنترل است. در مجاورت چین، کشوری که بلافاصله مرزهایش را بست، کره شمالی. تصاویر تازه‌ای که تلویزیون کره شمالی از پیونگیانگ پخش کرده، پایتخت بسته ترین کشور جهان، میگوید ویروس ها در این سرزمین بی سرزمین تر از بادند. فخر فروخته که مرزهای کره شمالی آنقدر امنند که ویروس از آن نمیتواند بگذرد. این کشور میگوید تنها 700 نفر مبتلا دارد. تلویزیون کره شمالی گزارش کرده که در مجمع رهبران این کشور که به تازگی برگزار شده، مقررات سختگیرانه تری را منطبق با به گفته این تلویزیون فرهنگ این کشور برقرار خواهند کرد. در تصاویری که از این مجمع منتشر شده، رهبران جمهوری دموکراتیک خلق کره گوش تا گوش هم نشستند، بی فاصله، بی محافظت. اینجا پایتخت عربستان سعودی ریاض، ضد عفونی گستردی شهرها ادامه دارد. در خانه خدا هنوز بسته است و عربستان مقررات منع آمد و شد را تا تاریخی نامعلوم ادامه خواهد داد. شمار مبتلایان و قربانیان کم است، اما پادشاهی سعودی به دروغگویی متهم شده. و این پرهیجان‌ترین شهر منطقه خاورمیانه، دبی، خالی از آدم. ساکنان دبی از در خانه‌ها بیرون نمی‌آیند. در اروپا توجه به اسپانیا است. برخی مراکز تولید و کارخانه‌ها در مادرید باز شدند. کشور تا بازگشت به شرایط عادی فاصله بسیار دارد.
هنوز اکثریت باید در خانه ها بمانند. شمار مرگ و میر کاهش داشته. نیروهای ارتش و پلیس مشغول توزیع ماسک و اطمینان یافتن از رعایت فاصله گذاری اجتماعی در صفوف. فاصله کمتر از 2 متر از نفر جلویی جرم است. حدود 170 هزار مبتلا در اسپانیا شناسایی شده و بیش از 17 هزار نفر جان دادند. در ایتالیا شمار مبتلایان کمتر است. حدود 150 هزار نفر، اما مرگ و میر بیشتر از اسپانیا است. نزدیک به 20 هزار نفر. همه جا تعطیل. در روزهای عید پاک مراسم مذهبی هم تعطیل بوده. و اینجا بریتانیا وارد 4th هفته تعطیلی عمومی شده. کشوری که نخست وزیرش به کرونا مبتلا شد اما از آن جان سالم به در برد. در جلسه امروز که دامینیک راب وزیر خارجه و جایگزین فعلی بوریس جانسون آنجا گرداند، خبر آمد که شمار مرگ به بیش از 11 هزار نفر رسیده. در این جلسه گفته شد که شمار قربانیان افزایش خواهد یافت و پس از مدتی روند کاهشی آغاز خواهد شد. در نتیجه سیاست‌های فاصله گذاری اجتماعی، دولت قرار است درباره دید تعطیلی ها روز پنجشنبه تصمیم بگیرد. به نظر می رسد که رویه فعلا همین بماند. خیابان ها در سکوتی بی نظیر. لندن آفتابی سرشار از زندگی بود. حالا زندگی از لندن بی ابر رفته. همه در خانه ها در انتظارند. چشم اندازی ناروشن برای کشوری که در آستانه بدل شدن به کانون بحران اینجا در اروپا است. گفته شده شمار قربانیان و مبتلایان به ویروس کرونا در بریتانیا میتواند حتی از ایتالیا و اسپانیا هم پیشی بگیرد. علی همدانی، بی بی سی، اینجا در شرق لندن. یکی از خطرخیزترین کانون‌های شیوع ویروس کرونا زندان هاست، مخصوصاً زندان‌های پرتراکم و آنهایی که موازین بهداشتی را رعایت نمی‌کنند. از این رو خیلی از دولت‌ها هزاران شهروند زندانی با جرائم سبک را به مرخصی فرستادند. ولی بسیاری از زندانیان چنان نگران شیوع کرونا بودند که یا اقدام به فرار کردند یا دست به شورش زدند. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. این زندانیان خوشحالند. هر 30,000 نفر آنها که حالا با فرمان دولت اندونزی اجازه یافتند به مرخصی بروند. اینها زندانیان خوششانسی هستند که در میان صدها هزار زندانی در سراسر جهان، از جمله اینجا در افغانستان، به آغوش خانواده باز می‌گردند. ما احساس خیلی خوشی داریم و خیلی هم احساس خوبی می‌کنیم از اینکه این اقدام دولت به خاطر از این جلوگیری از این مرضی اقدام کرد. برای 80 هزار زندانی در ایران نیز بحران کرونا یادآور نفسی تازه در هوای آزادی است و برای آنهایی که در زندان مانده اند یادآور دورانی که تراکم زندانهای ایران به نصف رسید. اما برای بسیاری دیگر از زندانیان بحران کرونا و نگرانی از شیوع آن به مثابه فرمان شورش بود. این مادر دلنگران احفاظی از دور نظارگر شورش زندانیان زندان شیبان است که فرزندش آنجا در حبس به سر میبرد. در حال انتقال کشته شده های داخل زندان مرکزی شیبان. زندانیان شیبان نگران بودند ویروس کرونا به سراغ آنها بیاید. هر جا زندانی هست این نگرانی هم هست. و این زندانی در یکی از زندانهای ایرلند درد و دلهای خود را با خبرنگار بی بی سی در میان میگذارد. بزرگترین نگرانی ما به عنوان زندانی نگهبان ها و زندانبان ها هستند. ما میدونیم که ویروس کرونا داخل زندان نیست و تنها راهی که ویروس داخل میشه از بیرونه. در کل بریتانیا تاکنون 70 زندانی کرونا گرفتند. هرچند مسئولان بریتانیایی مثل تمام زندانبان های جهان تاکید دارند که توصیه های بهداشتی را در درون زندان رعایت می کنند. کسی نمی داند. و همین ندانستن حتی در بیرون زندان خشم این خانواده های ایتالیایی زندانیان در روم را تا سرحد درگیری با پلیس برانگیخته کرد. زندانیان ایتالیایی هم به انتظار خانواده هایشان ننشستند و اینجا در زندان میلان خود دست به کار شدند. مثل این زندانیان در کولومبیا که شاهد گسترده ترین شورش های زندانیان در جهان بود. 13 زندان کولومبیا همزمان شاهد چنین صحنه هایی بود و گویای وخامت اوضاع نظام جزایی آمریکای لاتین که با بحران کرونا سر برآورد. این شورش در زندان بوگوتا همزمان با شروع بهار رخ داد. زمانی که در آن سوی دنیا زندانیان علی گودرز با یک شورش بزرگ به استقبال سال نو رفتند. حاصل این شورش یک کشته بود.
یک روز پیش از آن نیز زندان خرم‌آباد شاهد شورشی مشابه بود. آنجا هم یک زندانی کشته شد. این شورش‌ها ناموفق بودند. اگر ملاک موفقیت برای یک زندانی فرار از زندان باشد، اینجا در برزیل زندانیان موفق به گریز شدند و مانند همتاهایشان در سقز ایران به سرعت متواری گشتند. هرچند طولی نکشید که مقامات هر دو کشور بیشتر آنها را به زندان بازگردانند. هم برای برخی از عواملی که قصور کرده بودند پرونده تشکیل دادیم، الان برخی از اونا بازداشتن، هم با صلابت و اقتدار با همکاری مراجع امنیتی و انتظامی، هم نیروی انتظامی، هم وزارت اطلاعات، هم سپاه، هم خود مجموعه زندانبانی پای کار اومدن و اکثر قریب به اتفاق این زندانیان دستگیر شدن. حالا که ویروس کرونا بیشترین قربانیان خود را در آمریکا جستجو می کند، گزارش ها حاکی از نارامی های گسترده در زندان های ایالات متحده است. این زندان عظیم در ایالت واشنگتن شاهد شورش 200 زندانی بود. و این زندان شیکاگو است. زندانیان بر روی این پنجره ها نوشتند: ما را نجات دهید، ما در خطر مرگ هستیم. حرف گزافی هم نزده. در پشت این دیوارهای زخیم 276 زندانی و 172 زندانبان به کرونا مبتلا شدند. برای زندانبانهای جهان حفظ تعادل بین امنیت و سلامت کار آسانی نیست. بعضی زندانبانها در دنیا برای حفظ تعادل بین امنیت و سلامت زندان در این دوران کرونایی به شیوه های خلاقانه روی آوردند. مثل گماشتن زندانیان این زندان در بیروت به کار تولید ماسک. و اگر ماسک نتواند مقابل شیوع مرگبار ویروس کرونا بایستد، میتوان زندانی را مثل این زندان در اکوادور به ساختن تابوت جانباختگان کرونا مشغول کرد. سیاوش اردلان، بی بی سی. درباره آثار منفی شیوع کرونا در اقتصاد جهان خیلی صحبت شده. تعطیل یا نیمه تعطیل شدن بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی باعث شده چرخ صنعت کندتر حرکت کند. چرخی که هنوز هم سوخت عمدهش فسیلیه و تا زمانی که جهان نیمه تعطیل بمونه دیگه مثل قبل نفت لازم نداره. میلیون ها بشکه نفت مازاد بر استفاده موجب سقوط کم سابقه بهای نفت شده. قیمت نفت خام برنت به زیر 25 دلار رسید. با این اتفاق اعضای اوپک و شرکای نفتی اونها رایزنی های ضربتی خودشون رو برای کاهش تولید و احیای قیمت نفت شروع کردن و سرانجام به توافق رسیدن. اوپک پلاس متشکل از 13 کشور نفتی عضو و غیر عضو اوپک توافق کردند که عرضه نفت رو در مجموع 10% کاهش بدن. با این کاهش قراره که اعضای اوپک پلاس طی دو ماه آینده روزانه 9,700,000 بشکه از تولید خودشون کم کنند. اما این توافق راحت به دست نیامد. عربستان و روسیه، دو غول نفتی جهان، برای انداختن امضاشون زیر این توافق راحت سر میز نیامدند. هر دو اصرار داشتند که توپ کاهش تولید در زمین دیگری باشه و دیگری رو متهم کردند که در نشان دادن پذیرش کاهش تولید صداقت نداره. سرانجام رئیس جمهوری آمریکا شخصا واسطه شد. So I spoke to President Putin about that. I also spoke to the Crown Prince about that. Saudi Arabia. با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره‌اش صحبت کردم. با ولیعهد عربستان سعودی هم صحبت کردم. آنها با هم مذاکره خواهند کرد. ما هم با آنها مذاکره می کنیم، چرا که نمی خواهیم در صنعت ببازیم و هزاران هزار شغل از دست برود. محموله های عظیم نفت روی اقیانوس مانده، آن هم برای مدت خیلی طولانی. جاهایی ارزش نفت شاید از آب هم کمتر شده. هرگز چیزی شبیه به این ندیده بودیم. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا. با اینکه دونالد ترامپ تونسته روسیه و عربستان رو راضی بکنه ولی خود آمریکا البته مانعی سر راه نهایی شدن توافق بود. مکزیک تنها بعد از اینکه آمریکا هم قول داد تولیداتش رو کاهش بده پذیرفت که روزانه 100 هزار بشکه نفت کمتر روانه بازار کنه. علاوه بر اینها انتظار میره که آمریکا همراه کانادا و برزیل بین 3,700,000 تا 5,000,000 بشکه در روز از تولید خودشون کم بکنند. در حاشیه خلیج فارس هم سه کشور نفتی یعنی عربستان، کویت و امارات کاهش 2,000,000 بشکه‌ای رو علاوه بر رقم تعیین شده در توافق اوپک پلاس در نظر گرفتن.
این تعهدات در مجموع تولید نفت رو به مقدار قابل توجهی کاهش میده تا قیمت نفت قدری بالاتر بره. ولی چگونگی اجرای دقیق این کاهش و تعیین تکلیف نفتی که در دوران رکود ناشی از شیوع کرونا انباشته شده، چالش‌های پیش روی بازار گذاشته که در این باره با سارا وخشوری صحبت می‌کنیم، کارشناس نفت و انرژی و رئیس مؤسسه بین‌المللی انرژی SVB از واشنگتن. و خانم وخشوری، دیروز و امروز البته بازارها بسته بوده، ولی این تصمیم اوپک پلاس قیمت نفت رو تا اونجایی که اونها در نظر داشتن بالا میبره؟ نه، احتمالاً این اتفاق نمیافته. نکته مهمی که باید توجه داشته باشیم اینه که این توافق و جلسه اوپک و کلن تمام مذاکرات لزوماً برای افزایش قیمت ها نبود، بلکه بیشتر برای کاهش و جلوگیری از سقوط شدیدتر قیمت های نفت به دلیل پر شدن مخازن دنیا بود و اینکه بسیاری از تولید کننده ها مجبور می شدن که در حد خیلی وسیع تر از اینی که توافق کردن و برای مدت بلندتری تولید خودشون کاهش بدن، به دلیل اینکه وقتی شما نفت رو تولید می کنید یا باید بفروشینش یا باید انبارش کنید و در حال حاضر که تقاضای نفت نزدیک به حداقل 20% کاهش پیدا کرده، چاره جز انبار کردن نفت نبود و خب تمامی انبارها و مخازن نفت تقریبا پر شدن. همین نفتی که الان هست مربوط به در حقیقت نفتی است که مدت‌ها قبل به بازار عرضه شده، ماها و شاید سال‌های گذشته. در میان مدت چه تصوری میشه کرد، چه پیش بینی میشه کرد از قیمت نفت در بازار و همینطور عرضه و تقاضا؟ برای بیشتر تولید کننده های نفت قیمت بین 35 تا 40 دلار اگر که برسه تا اواسط امسال تقریبا قیمت قابل تحملی هست و اکثر تولید کننده ها از روسیه، حالا بسیار از کشور اوپک و کشورهای غیر اوپکی که جدیداً به این موافقنامه پیوستن مثل برزیل، آمریکا و کانادا، امیدوار هستن که قیمت‌ها تقریبا بین رنج 35 تا 40 برسه. نکته‌ای که وجود داره، همونطور که خودتون گفتین، این 9,700,000 بشکه در واقع خیلی روی کاغذ هست، به خاطر اینکه اون بیسی که برای کاهش در نظر گرفته شد اکتبر، تولید اکتبر 2018 بود، ولی تولید بسیاری از کشورها مخصوصا عربستان، امارات و کویت در ماه آوریل خیلی بیشتر بود. یعنی اگر شما تفاوتش رو در نظر بگیرید، نزدیک به 2,500,000 بشکه به این 9,700,000 بشکه اضافه میکنه. 3,700,000 بشکه سه کشور کانادا، برزیل و آمریکا توافق کردن که از این تولیدشون کم کنن و کشورهای دیگه کشورهای G20 یا گروه 20 که کشورهای مصرف کننده هستن هم تعهد کردن که نزدیک به 3,000,000 بشکه نفت برای ذخایر استراتژیکشون بخرن، که این در واقع یک جور تقاضای جدید ایجاد میکنه توی بازار. همه اینها روی همدیگه نزدیک به 19,000,000 بشکه تولید و اضافه نفت رو از بازار تا آخر ماه جون جمع میکنه. اما یکی از مهمترین اتفاقات این توافق این هست که این توافق تا سال 2022 هست، یعنی تا پایان ماه جون این کشورهای اوپک پلاس توافق نامشون بجز اون سه کشور تا آخر ماه جون نزدیک به 9,700,000 بشکه کم میکنن و بعد از اون 8,000,000 بشکه تا آخر امسال کم میکنن و تا سال 2022 6,000,000 بشکه کم نگه میدارن. این برنامه ریزی برای اینه که این مخازن نفت در دنیا مدیریت بشه و سه کشور جدید، برزیل، کانادا و آمریکا، هم قول دادن که تا پایان امسال تولیدشون رو کم کنن. یه چیز خیلی مهم هم این هست که این سه کشور جدید، کانادا و آمریکا و برزیل، که به این توافق اضافه شدن، کاهش تولیدشون از اون کاهش تولید ارگانیک یا طبیعیه که به خاطر بازار اتفاق میفته، یعنی بیشتر از این تولیدشون کم نمی‌کنه. ممنونم از سارا وخشوری، کارشناس نفت و رئیس مؤسسه بین‌المللی انرژی SVB از واشنگتن با ما. آمارها در آمریکا و بریتانیا نشان می‌دهد که ویروس کرونا در میان اقلیت‌های اجتماعی تأثیر بیشتری داشته. در بریتانیا بیشتر از یک سوم افرادی که در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بستری شده‌اند سیاه‌پوست، آسیایی یا از اقلیت‌های دیگر هستند. گروه‌هایی که اغلب وضع اقتصادی خوبی ندارند و همین باعث می‌شود بیشتر از بقیه در خطر ابتلا باشند. کاوه مشکات نگاهی کرده به شیوع کرونا در میان اقلیت‌های اجتماعی.
ما فکر نمی کنیم که افراد با رنگ یا نژاد متفاوت به دلیل داشتن ژن یا بیولوژی متفاوت در برابر ویروس کرونا در معرض خطر بیشتری هستند. لس آنجلس، صف طولانی توزیع مواد غذایی برای افراد نیازمند. بیشتر آنها از قشرهای کم درآمد و اقلیت جامعه آمریکا هستند. افرادی که این روزها ویروس کرونا بیش از دیگران آنها را تهدید می کند. در شیکاگو اوضاع اقلیت‌ها بدتر است. نصف آمار مبتلایان به کرونا در این شهر مربوط به اقلیت سیاه‌پوستان است. در حالی که آنها تنها 30% از جمعیت این شهر 8 میلیون و 800 هزار نفری‌اند. صدای آژیر آمبولانس برای ساکنان نیویورک عادی شده. ویروس کرونا هر کسی را می‌تواند مبتلا کند و رنگ و نژاد نمی‌شناسد. اما آمارها نشان می‌دهد که روی بعضی از گروه‌های اجتماعی تأثیر بیشتری داشته. وقتی شما در یکی از فقیرترین نقاط آمریکا زندگی می‌کنین، زندگی روزمره خودش یه چالشه. بنگاه‌های کوچک نمی‌تونن هفته‌ها صبر کنن تا دولت به اونا کمک کنه. اونا امروز به کمک احتیاج دارن. چیزی که مردم الان دارن می‌بینن، نتیجه سرمایه‌گذاری نکردن برای چند نسل در مناطق فقیره. در بریتانیا هم ویروس کرونا گروه‌های اقلیت را بیش از بقیه هدف گرفته. تحقیقات نشان می‌دهد بیش از یک سوم افرادی که در حال حاضر وضعیت وخیمی دارند و در بیمارستان بستری هستند به این گروه‌ها تعلق دارند. گروه‌هایی که بیشتر آنها در خط مقدم مبارزه با کرونا قرار دارند. افرادی که با وجود قرنطینه باید سر کار بروند و همین آنها را بیشتر در معرض خطر قرار می‌دهد. اقلیت‌های اجتماعی در همه جای دنیا بیشتر در معرض خطر ابتلا به ویروس کرونا هستند. فرقی نمی‌کند در آمریکا باشند یا بریتانیا یا اینجا در اسلوواکی. دولت رفت آمد در مناطقی که کولی‌ها در آن سکونت دارند را محدود کرده. نقاطی که به دلیل تراکم بالای جمعیت و فقر می‌تواند خیلی زود به کانون ویروس کرونا تبدیل شود. همه‌گیری در همه جوامع تأثیر منفی نابرابری را بیش از هر زمان دیگری نمایان کرده. در کشورهای پیشرفته، گسل‌های اجتماعی در میزان دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، حقوق کارگران و تأمین اجتماعی، فضای زندگی و کرامت انسانی ناگهان بسیار مشهود شده. نابرابری‌های اجتماعی و شکاف‌های طبقاتی که سال‌هاست در جوامع مختلف از آن صحبت می‌شود، این روزها بیش از هر زمان دیگر خود را نشان می‌دهد. کاوه مشکات، بی بی سی. ممنونم از همراهی شما با این برنامه 60 دقیقه. شب و روز بر شما خوش.